چطوری بسنش؟ تموم شد یا نه؟ بله قربون تموم شد. اونجور که دلمون میخواست شد. انگار 40 تا استکار روش کار کرده. قول میدم اگه پدر جد جیمز باند مأمور بشه نمیتونه بفهمه که سپره این ماشین طلاست. آفرین. بیا اینم انعام خودت. قربون دستت. اینم بین کارگرا تقسیم. متشکرم. خواه ولی ما حرکت میکنیم به رئیس گزارش داشت. چشم قربان. جکو بیار پایین. سوار شو رویا. قول بدی با من بهتر از اینا رفتار کنی. خیلی خوب بهتر حرکت کنیم. یه آی جفر. بله قربان. این مطلب نباید درس پیدا کنم. مطمئن باشی قربان. خدافز. خدافز. آقای رئیسی مطلب نباید درس پیدا کنه. اون حرکت کرد. تحویل شما میدم. از شماره 4 به هواپیمای گشتی. مسیر پونتیاک به طرف شماله. از این به بعد تحویل شماست. بسیار خوب، متشکرم. پونتیاک مشکی تحویل ماست. مسیر خودتون رو عوض کنید و برگردید. دیگه لازم نیست تعقیبش کنید. ما کاملا اونو تحت نظر گرفتیم. شما از اینجا برگردید. متشکرم شماره 4. قبل از اینکه از حوزه ماموریت ما خارج بشه مجبوریم جلوی اونو بگیریم. از ژاندارمری کمک بگیرید و منتظر من باشید. ما در یک فرصت مناسب فرود میاییم و به شما ملحق میشیم. پاسگاه مرزی، صدای منو میشنوید؟ جواب بدید. نگاه کن رویا، از این تنگی که رد بشیم دیگه کسی مزاحم ما نمیشه. اوه چه بدشانسی بزرگی. راه ما رو بستن. تیر خورد به لاستیک. باید بزنید تو کوه کمر رو فرار کنیم. برو برید. تو جان. بلند شو. هیچ راه دیگه نیست. بلند شو زود باش.
چشم بند قاچاقچیان طلا. دیروز مامورین پلیس نامین مرد شماره یک بند قاچاقچیان طلا را مجروح و دستگیر کردند. بقیه در صفحه 11 ستون یک. رامین امشب از بیمارستان به زندان منتقل می شود. پلیس امیدوار است که در جریان بازجویی او رئیس اصلی باند شناخته شود. بی خود پلیس امیدوار است. رامین تا حالا چیزی نگفته، بعد از این هم چیزی نخواهد گفت. حرف ما باید به خاطر خودمون باشه، نه واسه خاطر رئیس. میدونی چی میگم شاکر؟ رامین که رئیس رو نمیشناسه که. یعنی هیچ کدوم از ما نمیشناسیم. اما ممکنه کیا لا بده؟ من و تو رو رایا رو. نه بچه‌ها، من از جانب رامین بهتون قول میدم که لب از لب وا نکنه، حتی اگه بکشنش. این جوانیای رامینه؟ خیر قربان، این شاهین برادر دوقلوی رامینه. عجب، یعنی اینقدر شباهت هم ممکنه؟ من که باور نمیکنم. باور کنید قربان، شاهین الان در شیراز با مادرش زندگی میکنه. من کاملا درباره اون تحقیق کردم. حالا میفهمم چرا اصرار کردی خبر کشته شدن رامینو فاش نکنیم. خب فکر میکنی شاهین حاضر میشه با ما همکاری بکنه؟ چرا این سوالو میکنید قربان؟ من که هنوز توضیح ندادم نقشم چیه. فکرتو خوندم، جواب منو بده، شاهین موافقت میکنه یا نه؟ مطمئنم که موافقت میکنه. بسیار خوب، پس شما و آقای بینا با اولین هواپیما فوراً به شیراز. این هواپیما چش قربان. خدا نگهدار. منو وضعیت فرصته. بذار ببینم چند مرده حل بجه. شاهین چیه؟ باز چه خبره؟ سلام جان سروان. سلام. چی بگم از دست این مردم آزارا؟ زن و بچه مردم از دستشون در عذابن. درست همونیه که ما میخواییم، قوی، محکم، منفجر شدنی مثل دینامیت. آه خجالت خود بشنیم. با دوست سروان آشنا شو، از تهران اومدن، میخوان با تو صحبت کنم. خیلی خوشبختم. خوشبختم. قربون شما. خوشبختم آقا. بفرمایید، خواهش میکنم. کل به خرابه ما همین نزدیکه. بفرمایید. لبی تر کنید. بفرمایید. متشکرم. خواهش میکنم. مرسی. بفرمایید. منزل خودتونه. خیلی خوش اومدین. قدمتون رو چشم. مادر، مادر مهمون داریم، یه چایی چیزی بردار بیار بخوریم، خواهش میکنم. از سوی پسرم. آقای شاهین، چند وقت برادرتون رو ندیدین؟ نزدیک 10 ساله. چه تو مگه؟ این اواخر از اون خبری نداشتین؟ چرا، تو روزنامه نوشتن که الان زندانه. شما وقتی خبر زندانی شدن اونو خوندین، هیچ احساس تأثیر کردین؟ شنیدن این خبر برام بی تفاوت بود. آخر رامین برای ما دیگه فراموش شده. بس اجازه بدید یه خبر دیگه بهتون بدم. متاسفانه رامین مرده. چند دقیقه اجازه بدیم. مادر آقای عزیز، شما میل دارین مسئولین مرگ رامین مجازات بشن؟
سوال عجیبی میکنین. بالاخره رامین هرچی بود برادر من بود. پس گوش کنید، ما مامورین آگاهی هستیم. پلیس تهران تصمیم گرفته از شباهت شما و رامین استفاده کنه و شما رو به جای اون به باند قاچاقچیا بفرسته. نه نه نه، برای من همین یه پسر باقی مونده. شاهین دیگه تنها دلخوشی منه، اونو به این کارا نکشید. خانم مطمئن باشید پسر شما رو هیچ خطری تهدید نمی‌کنه و اون کاملا در حمایت پلیس خواهد بود. از اون گذشته شاهین با این عمل به اجتماع خدمت می‌کنه. شاهین رو از من نگیرید، خواهش می‌کنم. حالا اومدیم و من قبول کردم. شما از این کار چه نتیجه می‌گیرید؟ آفرین. خوب توجه کنید، این باندو یک رئیس مرموز اداره میکنه. ما خبر مرگ رامین رو فاش نکردیم که شما رو به جای اون به باند بفرستیم و این رئیس مرموز رو دستگیر کنیم. به این ترتیب هم شما انتقام برادرتون رو میگیرید و هم به اجتماع خودتون خدمتی میکنید. مطمئنم جوان خوبی هستی، در تمام تمرینات استعداد به خرج دادی و بعد از این باید مغزتو به کار بندازی. خب حالا بگو ببینم این عکس کیه؟ قاسم، اهل قم، 28 ساله، دو بار زندان رفته. این یکی؟ علی، 31 ساله، اصفهانی، دو سال پیش یک بار زندانی شد. این؟ شاکر دربان، تهرانی، 58 ساله، تا حالا زندان نرفته. این یکی؟ رویا خوشگله، تا 3 سال پیش محصل بوده، دختر سنگین و موقریه. چرا با این باند کار میکنه؟ معلوم نیست، باید تحقیق کنم قربان. بدون اینکه کسی بفهمه؟ بله. بسیار خوب، تو از هر لحاظ آمادگی داری. گوش کن، این باند یک رئیس مرموز داره که همیشه تلفنی به افرادش دستور میده. ماموریت اصلی تو پیدا کردن این مرده. مطمئن باشه قربان. بسیار خوب، الان برو پیش دکتر. اون دستور داره که یک خراش مختصر رو صورتت به وجود بیاره که کاملا به رامین شباهت پیدا کنی، ولی بهت قول میدم که با یک عمل ساده جراحی دوباره صورتت مثل اول بشه. متشکرم. اگه ثابت بشه که من باعث خودکشی زنم شدم، باز بیرم زندان قصری کجا. سلام رامین. سلام، حال چطوره؟ مرسی خوبم، بلاخره خدا کرد. من میسم خوبم. عجب
رئیس خیلی واسط ناراحته، به من دستور داد بیام ملاقاتت. گفت اگه کاری از دست من ساخته است رو با انجام بدم. نه نه بگو لازم نیست هیچ کاری بکنه، فقط منتظر من باشه. منتظر تو؟ آره. گوش کن، فردا قرار من از این زندان موقت ببرن دادسرا، میخوام فرار کنم. نه نه کار وحشتناکیه. بهتر از این نیست که تا آخر عمر تو زندون آب خنک بخورم. بسیار خوب، وقتی رئیس تلفن کرد بهش خبر میدم. ان شاء الله موفق بشی. قربون تو. گفته عالیه، نتیجه رضایت بخشه. آره دختره هیچ شکی نداره که رامینه. مواظب باش از این موضوع، کسی خبردار نشه. فهمیدی؟ فهمیدم. خدا حافظ. خدا نگهدار. راننده تاکسی جلوی چشمتو به پاس، چرا مواظب نیستی؟ جناب سروان به جون شما تقصیر من نبود. جناب سروان زندانی فرار کرد. تعقیبش کنید. بفرمایید شنوندگان عزیز، توجه بفرمایید، همکنون از اداره پلیس تهران گزارش رسید که رامین مرد شماره یک باند مرموز قاچاقچیان طلا در طول راه زندان موقت شهربانی و دادسرای تهران متواری شد. پلیس از کلیه اهالی محترم شهر دعوت می‌کند که برای دستگیری این زندانی خطرناک با پلیس همکاری کنند. رویا سلام، خیلی خوشحالم که موفق شدی. متشکرم، هنوز دارن تعقیبم میکنن. یلا زود باش یه فکری برای این بکن. زود باش. فکر میکنی کی باشه؟ نمیدونم، سعی کن خون سرد باشی. خیلی خوب، تو برو بالای شیروانی قایم شو. یلا سلام خانم. سلام. معذرت میخوام. فرمایش داریم. ما یه زندانی فراری رو تعقیب میکردیم، تو همین کوچه گم شد. عجب. اینجا نیومده؟ نه نه نه، اینجا کسی نیومده. با این همه اگه اجازه بدید یه جستجوی مختصری بکنیم خیلی ممنون میشیم. خواهش میکنم. ولی ولی چی؟ هیچی هیچی، بفرمایید. متشکرم. سرکار؟ بله. شما همینجا بمونید، مواظب باشید تا من برگردم. بفرمایید. جناب سرمان خیالتون راحت شد؟ عجله نکنید خانم، من هنوز همه جا رو ندیدم. دیگه کجا رو میخوایی مثلا ببینید؟ مثلا این اتاق. ولی اینجا اتاق. ناراحت نماشید، احتیاط شرط خانم، با اجازه. جناب سروان. بله بله، معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. خواهش میکنم. پس با اجازتون، خدا حافظ. قربون شما. برام عزیز. چه پررو. جاییه. موسیقی.
دو تخت نظر بگیرید، شما اون طرف، شما از اون طرف. چرا اونجا آویزون شده؟ این چه کاریه؟ کنترل کن، میتونی به من کمک کنی؟ آره، دستتو بده به من، بیا. خونه باش. باش. چیزی که نشدی ها؟ نه، تو به دادم رسیدی. خیلی خوب، خدا رو شکر. بیا بریم پایین. پلیس رفتن؟ آره، از خونه رفتن بیرون، ولی فکر میکنم هنوز جلوی در باشن. یالا بریم پایین. بیا. اینم که وا نمیشه. هر طور شده باید بازش کنیم. برو ببین چیه. الو؟ بله آقای رئیس، اینجاست. خواهش میکنم بگید از پدرم خبری داری؟ نامش اومده؟ راستی از من چیش اومده؟ راستی از من چیزی نوشته؟ نمیخواد برگرده ایران؟ شما که براش مرتب خرجی میفرستید نه؟ آقای رئیس خواهش میکنم از این به بعد حقوق منو نصف کنید، نصفشو برای پدرم بفرستید. متشکرم. چشم، رئیس میخواد با تو صحبت کنه. الو، شما را یک صحبت میکنه. متشکرم قربان. بله، تقریبا خطر گذشته، ولی هنوز پلیس همین دوره برا هستن. من باید به یک وسیله مطمئن از اینجا خارج بشم. بسیار خوب، تا اومدن آمبولانس ثبت میکنم. مرمزیت. چی فکر میکنی رایان؟ گفتم به چی فکر میکنی؟ ها؟ یعنی تو خبر نداری؟ نمیدونی که من چه زجری میکشم؟ معلومه که نمیدونم، آخه از کجا باید خبر داشته باشم؟ خودتو به کوچه علی چپ نزن، به منم نزدیک نشو. صد بار بهت گفتم که من از اون دخترایی که تو فکر میکنی نیستم. نه نه، من مقصودی ندارم. عجب، خودتون خوب میدونین که من فقط واسه خاطر پدرم با شما کار میکنم. اگه پدرم اسیر شما نبود، در یه لحظه همتون رو لو میدادم. گوش کن رویا، من میتونم برای تو دوست غمخواری باشم. خب بگو ببینم، از پدرت چه خبر داری؟ والا رئیس میگه حالش خوبه، میگه نامه‌اش میرسه، ولی نمیدونم چرا هیچ وقت برای من نامه نمینویسه. نمیدونی الان کجاست؟ همونجایی که بود، پاریس. چرا اونجا؟ میخوای بگی تو از چی خبر نداری؟ قبل از اینکه من با این باند آشنا بشم، با تو آشنا شدم. فهمیدم که آدم مطمئن ترکت کردم. تا اون روزشون که پدرم در بستر مرگ افتاده بود، یا قربانی دیگه‌شو به کام مرگ می‌کشید، وقت دوباره تو پیدا شدی، پدرم فرستادی پاریس. بعدم شکر. آقای رئیس این منزل رو برای سکونت شما انتخاب کردن، چون منزل سابق شما رو پلیسا بلدن. بسیار خوب، منزل خوبیه، همینجا میمونم. منم مأمور شدم که خدمتگزار شما باشم. باش، باعث افتخارته. راستی بچه ها جشن امشب و به افتخار شما برپا کردن، شما میل ندارین با اونا در این رقص و شادی و پایکوبی شرکت کنین؟ بخیر قربان. خوب گوش کن، در تمام مدتی که من صحبت میکنم حرف نزن. تو کشوی کمد اتاق خوابت یه نقشه هست که باید همین امشب اجرا بشه. اون نقشه مربوط به یه هتل، هتل نارون، اتاق شماره 5. یه هتل اجاره کنی من نصف شب؟
درست در ساعتی که ارکستر جاز برنامه‌اش اجرا میکنه شما هم شروع کنید به شکافتن کف اتاق هتل. باید بدونیم که کف اتاق سقف یک صرافی هم هست. صبح بخیر قربان. خوب گوش کن، در تمام مدتی که من صحبت میکنم حرف نزن. تو کشوی کمد اتاق خوابت یه نقشه هست که باید همین امشب اجرا بشه. اون نقشه مربوط به یه هتل، هتل نارون. اتاق شماره 5 هتل اجاره کنید. من نصف شب درست در ساعتی که ارکستر جاز برنامه‌اش اجرا میکنه شما هم شروع کنید به شکافتن کف اتاق هتل. باید بدونیم که کف اتاق سقف یک صرافی هم هست. نقشه صرافی و بقیه دستورات در کمده. به امید موفقیت. الو 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 صبح بخیر قربان. صبح بخیر. میتونم کاری براتون انجام بدم؟ نه متشکرم. اتاق شماره 5 و 6 در اختیار شماست. بفرمایید. متشکرم. چیزی لازم نیست قربان؟ نه، اگه لازم شد زنگ میزنم. بسیار خوب قربان. امشب ارکستر جاز چه ساعتی برنامه‌اش رو شروع میکنه؟ مثل هر شب سر ساعت 12 قربان. با رقص خانم فتنه. ساعت 12 فکر نمی‌کنم ما برسیم استفاده کنیم. خب چه ساعتی برنامه‌اش تموم میشه؟ 12:30 قربان. متشکرم. خواهش میکنم. در خدمتگزاری حاضرم قربان. ممنون. اون دستگاه رو بنداز پایین. سکه پول الان تو اتاق منه. اشتباه میکنی، پول الان پیش. تو هنوز خواب بودی که ساکا از اتاقت خارج شدن. به خاطر زحمات دیشب ازت تشکر میکنم. بدجنس حق باز. البته سهمتو مثل همیشه محفوظه. پولا رو به حساب بانکت میریزم. حالا گوش کن، فردا ساعت 2 بعد از ظهر برو فرودگاه. یه دختر موخرمایی که مشخصات و علامت رمزش تو کمد اتاق خوابته با یه چمدون پر از جواهر وارد میشه. بسیار خوب، مطمئن باشید سر ساعت 2 اونجا هستم. خداحافظ. به موقع رسیدی؟ آره، الان باید پیداش بشه. سلام علیکم داشی رزی. سلام آقا رزا. خاکی جونی، خیلی دلم میخواست تو رو ببینم. قربون تو. پیش از اینکه بیام تهرون از کاکات شاهین سراغت گرفتم. اینگار یه خورده از تو دلچرتی بود، چرا یه سری بهش نمیزنی؟ والا انقدر گرفتارم که فرصت سرباروندن ندارم. ها بله میبینم، خدا کنه همیشه از این گرفتاری ها باشه. اون ملنگه ها من میخوای حق همشهرگیری به جا بیاری ما رو بهش معرفی کنی؟ ها
حالا خیلی کار دارم. باشه واسه بعد. خب باشه. اگه خواستی بیای پاتوق ما تو پامنار پشت مسافرخونه شیرازی ها، نفش کوچه قهوه خونه مشخمر شیرازی، از هر یه بابرسی نشونت میره. یه خوشگلو رو هم بیاری ها. خیلی خوب، خدافظ. قدرت برم الهی، خوش باشی انشالله، خدا نگهدارت، قربونه باشی شیبان، امید برم. نایکس ببینم، این همون دختره نیستش؟ نه با پسر، چشماتو درویش کن، اگه اون بود که خودش میمد جلو علامت میده. امیدوارم وقتی برگشتنم باز هم دیگه رو ببینیم. خب دیگه تاکسی حاضره، من میرم. خدافظ. خدافظ. تاکسی اول بهشت آباد میره. چی شام؟ گاه به سر محمد قدامی کلو نمانده. خدا نگهدار. حق با توه، داره علامت میده. رفت. فندکتون رو گم کردین؟ به نظرم تو هواپیما جا گذاشتم. میبینید که پیش منه، بفرمایید. مرسی، من سیگار نمیکشم. شما شماره یک هستید؟ بله، درسته، بفرمایید سوار شید. اجازه دارم. متشکرم. نمیتونم مامان، حالا نیست، نمیتونم. خدایا چی کار کنم، من حالم خوب نیست. خدا کنه کتایون زودتر برسه. دکتر گفت باید چند ساعت به چند ساعت از اون آمپولا به مینو بزنی. 10 ساعت به 10 ساعت. مامان، بابا، بی خود تلاش نکنی. فعالیت شما برای نجات من بیفایده است. من میمیرم مادر، میمیرم. نه دخترم، این حرفا چی؟ نامید نشو. بابک، تو فکر میکنی تلگراف ما به کتایون رسیده باشه؟ امیدوارم رسیده باشه، وگرنه خدایی نکرده. وگرنه من میمیرم. چرا میخواید حقیقت رو از من پنهان کنید؟ من همه چیز رو میدونم، میدونم، میدونم. نه دخترم، تو نمیمیری. خدا تو رو از من نمیگیره، خدا تو رو از من نمیگیره. ناراحت نباش دختر عزیزم، هیچی نیست، مطمئن باش. یعنی ممکنه کتایون باشه؟ سلام. سلام دخترم، خیلی خوش آمدی. خوب شد به موقع رسیدی. دخترم، خیلی خوش آمدی. خب دوا رو آوردی؟ آره نهاش. مادر، همین که تلگراف شما رسید با عجله رفتم آمپولا رو خریدم و با اولی هواپیما حرکت کردم. مینو، مینو جون، حالت چطوره؟ خیلی بده. دیگه لحظه های آخر عمرمو دارم میگذرونم خواهر جون. ای وای مینو جون، این حرفا چیه؟ من برات دوا آوردم. کتایون، یعنی من خوب میشم؟ من دوباره میتونم مثل اون وقتا مدرسه برم و درس بخونم؟ آره جونم، البته. پدر، چرا معطلی؟ آمپول تو اون ساکه، لطفا یه جعبه‌شو بیاریم بیرون. افسایه تماشا کن، این سگ پر از جواهره. چی میگی بابا؟ ایوا، اینا چیه دیگه؟ شاید دواها رو جای دیگه گذاشتی دخترم. نه مامان، من که اینقدر جواهر نداشتم. آه فهمیدم، باسا که اون دختره حتما عوض شده. کدوم دختره؟ اون دختره که همسفرم بود. سلام فتح. سلام. خب من جواهر رو تحویل شما میدم. منم حاضرم تحویل بگیرم. عجب جواهراتی. قطعم که تو این ساک پر از جواهره. ما کلک نزن هلن خانم. نرک نمیزنم، باور کنید تمام جواهرات تو این ساک بود. پس چی شد؟ این ساکینم شما، شاید پر در آورده. نکنه میخوای بگی ما برداشتیم؟ آره نه،
ساک تا حالا دست خودم بود. خدایا پس چی شد؟ آه فهمیدم، با ساک اون دختره عوض شده. کدوم دختره؟ تو هواپیما یه دختره لوس بغل دست من نشسته بود. حتما این ساک مال اونه. همون دختره که با شما از گمرک اومد بیرون؟ آره. چطور مگه شما اونو میشناسی؟ نه، ولی راننده تاکسیشو میشناسم. آدرسشو به همون گفت مگه نه؟ آره. پس تو رئیس نفهمیده یک کاری بکنی. خیلی خوب، پس تو و هلن همینجا بمونید. رویا بیا بچه ها رو برداریم بریم منزل رضا شیرازی. زودتر بریم. میدونستم که تلاش شما بیفایده است. میدونستم که من باید بمیرم. نه دختر جون، نه. ناراحت نباش دخترم، قصه نخور دختر، خدا بزرگ. ناراحت نباش. من به پلیس خبر میدم، چاره ای نیست، هر طور میخواد بشه بشه. نه پدر، این کار نکنی. چرا؟ من مطمئنم که این جواهرات نه مال اون دختر است و نه مال آدمای حسابیه، بلکه مال یه مش آدمای دزده. اگه سر کار اونا رو به پلیس بندازیم با ما لج میکنن و اون دواها رو پس نمیدن. پس باید چی کار کنیم؟ آخه باید چی کار کنیم؟ دخترم داره از دستم میره. ما اومدیم دنبال جواهرات. خدا رو شکر دواها پیدا شد. بیاین این جواهرات شما، اون دواها رو به ما پس. دختر مغرب، اون دواها رو به ما بدید، ازتون خواهش میکنم آقا. متشکرم و خیلی متاسفم که این جواهرات آرامش زندگی شما رو به هم زده. ممکنه بعد از ما کسای دیگه هم دنبال جواهرات بیان و از طرف دیگه پلیس براتون دردسر درست کنه. ما گناهی نداریم، جرمی هم نکردیم که از پلیس بترسیم. بله ما جرم کردیم، متاسفانه تهمتش رو به شماها زدن. از طرف دیگه این دختر کوچولو هم در آستانه این مرگه، دواهام پیش ماست. بنابراین من صلاح میدونم که شما بی سر و صدا با ما بیاین. کی؟ آخه کجا؟ یعنی چه؟ من این کارا چیه؟ من دستور دارم شما را برای مدت چند روز به جای امنی ببرم تا این سر و صداها بخوابه. ولی دختر من داره میمیره، اگه اونو از جاش تکون بدیم حالش بدتر میشه. آقا خواهش میکنم. دختر جون ناراحت نشو، من بهت قول میدم همین که برسیم اونجا دواتو بهت بدم. قول میدم. شماها دیگه چه جور آدمایی هستی؟ جواهراتو که گرفتین دواهای ما رو بدین و برین دنبال کارتون، معطل چی هستی؟ نه خانم، باور کنید من به صلاح شما حرف میزنم. البته برام مقدوره که به زور متوسل بشم. این افرادم به همین منظور دنبال من اومدن، ولی نمیخوام این کارو بکنم. خواهش میکنم بی سر و صدا را بیفتید بریم. دور رئیس کاری بکنم. بسیار خوب، خودم این کارو میکنم. دایه مهربون تر از مادر نشو، برگرد. فعلا کن بشین سر جات، برو کار شو. بسیار خوب. به بعد بینم اون ساکو. مگه نشنیدی گفتم برو کنار؟ این مردت خونه نیست داره فرستاده ساکو رو بده بینم. وحشی رو بنا کن. آروم باش، آروم باش. تو اینه حرف بزنه میگم بلا کن. دیوونه مگه شما انسان نیست؟ نه ما فرشته. حالا رو صورتت رو سنه کارو میکشه. نه نگمه چیزی نیست. بگو اون دواها رو بدن، این دختره داره میمیره. فتنه؟ به من دستور دادن دواها رو ندن. فتنه ما گفت دستور دادن. برای گمشین اینجا فقط من دستور میدم، شنیدی؟ بدش به من. بگیر ببرش. متشکرم، خیلی متشکرم. هیچ میفهمین؟ بله من خوب میفهمم، لازم نیست کسی به من دستور بده. قربان. مامان من دارم میلرزم، دست و پام از اختیارم خارج شده. مینا جان آروم باش، چیزی نیست. خدایا رحم کن، دخترم داره میمیره. خدایا. بفرمایید خانم، اینم دواهاتون. متشکرم.
سرنگم براتون آوردم. خودتون بلد این آمپول بزنید؟ بله بلدم خانم. خدا عمرت بده خانم. مینو امیدوارم هر چه زودتر خوب بشه. خانم شما چقدر مهربونی. متشکرم. سلام علیکم. او هنوز آمپولو نزدید؟ نه خیر. الان میزنن آقا. حالا بفرمایید ببینم ما تا که باید اینجا زندانی باشیم. تا وقتی که رئیسشون اجازه نده این آقا از خودشون هیچ اختیاری ندارن. آبم بخواد بخوره باید از رئیسش اجازه بگیره. درسته، رئیس باید به ما دستور بده. نگفتم اینا در مقابل یه لقمه نون در بس خودنو فروختن. شما اگه انتظاری ازشون دارین پاپا باید یه لقمه چرب و نرم واسهشون بگیرین. موافقین آقا؟ من که نمیفهمم مقصودتون چیه. مقصودم اینه که شما در مقابل آزادی ما چقدر میخواین. متاسفم که نمیتونم جوابتونو بدم. رویا اومدم. عزیزم شب خوشی برات آرزو میکنم. الانم پول تو بزنی ها. شب بخیر. بلم کنید. میگرد بلم کنید. چه خبره شما کی هستی؟ بلم کنید. جنبه بریم این پرم. اونا منو کشتن. منو عمدن کشتن. چی؟ اونا؟ چی بودن؟ اونا از طرف رئیس مأمور زنانو بخوشن. رئیس شوهر خواهر من بود. اما در روزای آخر زندگی خواهرم به من اظهار علاقه کرد و منو با جواهرات خواهرم به خارج از ایران فرستاد. و طوری صحنه سازی کرد که در یه تصادف اتومبیل با خواهرم مرده، در حالی که اون کسی که در کنار خواهرم سوخت و از بین رفت رئیس نبود. پس رئیس زنده است؟ اون زنده است؟ آره رئیس زنده است، اما هیچ کس نمیدونه کجاست. حالا منو به ایران دعوت کرد که نابودم کنه چون میترسید رازشو فاش کنم. بعد بیچاره الو شهر جنج. بله خودم هستم قربان. الانو به دستور من کشتم. لازم نیست برای شناختن قاتلین فعالیت کنیم. شب بخیر. شب بخیر. یعنی کجا بود؟ بله قربان تمام ماجرا همین بود. بهت تبریک میگم، اطلاعات جالبی پیدا کردی. پس یک مرده مرموز این باند رو اداره میکنه. برای من که خیلی عجیبه. بله برای خود منم همینطور. این کلاف سردرگم روز به روز داره بیشتر گره میخوره. باید یه فکر اساسی کرد. ببخشید در مورد اون درگونه پیر چی فکر میکنید آقای شاهین؟ سوال جالبیه. گفتی که اونم ناپدید شده، درسته؟ بله درسته. فکر میکنم سر به نیستش کرده باشم. چرا؟ نمیدونم بیچاره پیرمرد یعنی برای اون مرده کشتن زنده ها اینقدر ساده است؟ بله از اونجی که فکر میکنید ساده تره.
سلام قربان. سلام. تقییت انجام ندم بر نمیگردم. بفرمید اینم پرونده. آفرین. عجیبه، این پرونده نشون میده که رئیس در کنار زنش مرده، ولی به احتمال قوی زنده است. این عکسشه، ببین تا حالا اونو دیدی؟ نه، اما پیداش میکنم، بهتون قول میدم که پیداش کنم. منم از مأمور فعال خودم جز این انتظاری ندارم. بابا خانو خوشگله رو شما هنوز بیدارین آقای رامی؟ میبینی که بیدارم. ما غور باشه، خوشگل شدی؟ داری از گاراژ میزنی بیرون ها؟ آره میرم کاباره. من برنامه تو دم صبح شروع میشه. تازه ساعت یکه، شب بخیر. شب و روزت بخیر. خبر بدی را به شما بدهم. بیمارتان آقای فرید که به من مأموریت داده بودید گاه گاهی به ملاقاتش بروم، هفته گذشته در بیمارستان پاریس مرد. چی؟ پدر من مرده؟ مرده؟ وای خدا!
چی شده رویا؟ پدر من یک سال مرده، یک سال مرده و شما به من خبر ندادی. متاسفم رویا، بابت شما خبر نداشتم. آخه رئیس همه چیزو به من نمیگه. من اگه امروز تصادفی این نامه رو پیدا نمیکردم، مجبور بودم یه عمر همینطور کورکورانه دستورات شما رو انجام بدم، نه؟ نه رویا، من اگه میدونستم همه چیزو برات میگفتم. به تسلیت میگم و از صمیم قلب باهات همدردی میکنم. من انتقام پدرم از اون مرد میگیرم. افسوس که هیچ وقت خودشو به من نشون نمیده، وگرنه با همین دستای خودم خفش میکردم. ناراحت نشو، خواهش میکنم. نکن. وقتی یادم میاد که پدر بیچارم با چه سختی در تنهایی و غربت مرده، دلم میخواد خون گریه کنم. باور کن منم خودمو در غم تو شریک میدونم، ولی آخه کاری از دست ما ساخته نیست. با گریه تو که پدرت دوباره زنده نمیشه. این صدای نی از کجاست؟ خیلی غم انگیزه. بزن نیزن رفیق با وفایم، که مهمون عزیز آید برایم. لا 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 یارام جونم، لا 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 داغت نبینم. سر جون به به حس کردیم، چه خوب دی میزن. خوبی از خودتون آقا جون، خیلی خوش آمدیم. متشکرم پسر جون، متشکرم. چیه خانم جون؟ مگه خدای نکرده اون کشتی گنده گنده اتون غرق شده؟ بگرماهاتو اصلا وا کن. اگه بتونی یه آهنگی بزنی که لب این خانومو به خنده باز بکنی، من خیلی ممنونت میشم. ای به چشم آقا جون، حالا تماشا کن. بچینم ماه خوشگل رخ تو بذار ببینم، عین غنچه بهاری نمیدونی رسم یاری، تو که خوب و نازنینی هی دیگه وفا نداری. جوری به چشمونت منه نگاه نکن، با این نگات روزه منه سیاه نکن. جوری به چشمونت منه نگاه نکن، با این نگات روزه منه سیاه نکن. تو منا نکن فراموش، اگه دل داره منی توی دنیا هر جا باشی به خدا یاره منی. جوری به چشمونت روزه منه سیاه نکن. خونچه یه لب تو بذار بچینو، ماه خوشگل رخ تو بذار ببینو، این خونچه یه بهاری نمیدونی رسم یاری، تو که خوب و نازنینی هی که وفا نداری. اینجوری به چشمونت من نگاه نکن، با این نگات روزه من سیاه نکن. تو منو نکن فراموش، اگه دل داره منی توی دنیا هر جو باشی با خدا یاره منی. تو منو نکن فراموش، اگه دل داره منی توی دنیا هر جو باشی به خدا یاره منی. آفرین، خیلی قشنگ خونه. عالی بود. بیا اینم انعامت. نه آقا جون، اجر منو با این پولا ضایع نکن. من همون وقتی که لبای این خانم به خنده باز شد، مزدمو از خدای خودم گرفتم. برید به سلامت. خب خیلی ازتون ممنون. خدا نگهدار. خدا به همراه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. بله الو. بله ملای رئیس، خودمم. بله، دستورات شما مو به مو اجرا شد. جواهرات تو گاف صندوقه. اون خانوادم زندانی هستن. چی؟ چرا آقای رئیس؟ اونا که مقصر نیستن.
قول دادن یک کلمه از ماجرای جواهرات رو به کسی نگن. بله، دستور شماست. بسیار خوب، نابودشون میکنم. چند نفرم شاهد با خودم میبرم. خدافظ. آخه چرا؟ اون بیچاره که تقصیری نداره. دستور رئیس باید اجرا بشه. رامین، مگه تو قلب نداری؟ مگه انسانیت سرت نمیشه؟ ببین، تو فطرتاً جنایتکار نیستی. مخصوصاً از وقتی که از زندان فرار کردی به کلی عوض شدی. نمیفهمم چی داری میگی. مقصودم اینه که تو نباید چشم و گوش بسته خودتو در اختیار اون رئیس جنایتکارت قرار بدی. آخه تو هنوز همه چیزو نمیدونی رویا. من فقط اینو میدونم که جنایت از قلب شروع میشه و تو هنوز قلبت آلوده نشده. بالاخره مقصودت چیه؟ چی میخوای بگی؟ من یه راه فرار از این جهنم لعنتی رو دارم. اون جواهرات به قول خودشون 2,000,000 تومان ارزش داره. این پول کافیه که یه عمر آدمو خوشبخت کنه. منو وسوسه نکن رویا. رامین، نباید این فرصتو از دست بدی. حرف منو گوش کن. بیا با هم فرار کنیم. دوتایی میریم یه گوشه خلوتی که هیچ کس نتونه ما رو پیدا بکنه. بسیار خوب. بذار یه خورده من فکر کنم. باشه، منم تنهات میذارم که عاقلانه فکر کنم. فکر مردمی که دیوانه وار فکر تو کردی؟ آره، موافقم. باختم بیاره چه بسی از جشت پونه خورم. خب، تو این خونه چه خبره؟ جواهرات کجاست؟ مجبور شدم. آفرین آقای رامین، وقتی رئیس این خبر رو بشنوه خیلی خوشحال میشه. چاره نداشتم، مگه اونا رو نمیکشتم همه اونا دستگیر میکردم. چیکار کنم؟ معلومه، خیلی هم خوب کاری کردی. خب بچه ها اینا رو جمع جور کنین، من خودم میبرم سر به نیستشون میکنم و برمیگردم. منم باهات میام. نه جونم، تو همینجا بمون تا برگردم. خیلی احتیاط کن. بچه ها عجله کنید. یا شکرت چه مصیبت ناگهانی به سراغ خانواده من اومده. بالاخره باید یکیمون از اینجا فرار کنه. اگه یکی فرار کنه آزادی ما مسلمه. حق با تو کتوی بابک. عقیده تو چیه؟ آخه تو هم حرف بزن. چی بگم؟ به خودتون زحمت ندین. هیچ کس نمیتونه فرار کنه. افراد ما چرچشمی مواظب هستن. آقای عزیز، خواهش میکنم به ما کمک کنید، ما را از این زندان نجات بدید. ما همه قول میدیم اگه ما را آزاد کنید لب از لب وا نکنید. چطور میتونی؟ نه خیر آقا، من همچین قولی رو نمیدم. اگه قدم از این خونه بیرون بذارم همه تون رو لو میدم، مخصوصا خود شما رو. متشکرم که به فکر من هستین. منم به فکر شما هستم. بی خود؟ تو برو یه فکری برای خودت بکن که بزرگترین افتخارت اسیر کردن دوتا زن و یه پیرمرد و یه بچه مریضه. گفتین دوتا زن؟ من فکر کردم شما مادمازل هستی. اونش دیگه به تو مربوط نیست آقا. خب حالا دیگه شوخی رو کنار بذاریم، شما هم تشریف بیارید. بله بفرمایید. گوش کنید، میخوام باهاتون جدی صحبت کنم. Thank you.
سوار شید. برو بالا. بشین اومد. شما همینجا بمونین از روی تپه تماشا کنین. من کارو تموم میکنم و برمیگردم. بیا مشا. حالا کن. اینم خانواده دیگه با حرکت کرد. دستف با خطر هست بایی. برو جلو. هلا. خب شماره یک. خیانت تو و معشوقت به بان مسلم شده. ما دستور توقیف تو داریم. رئیس منتظره که شماره یک رو شخصا مجازات بکنه. یالا بچه ها حرکت کنیم. شما ماشین اونو بیاریم. بریم. یالا سوار شو. تا همارو بلا. دو باش. بشین این گوشه. دریا بریم. خوش اومدین رامین. من مخصوصا سباز بیارن اینجا. اما اگه دست ای پس فطرت، تا
پس تو رئیس هستی ها؟ بله من. فکر کردی با مخفی شدن پشت این ماسک میتونی برای همیشه از چنگ قانون فرار کنی؟ فکر نمی کردی بالاخره روزی دست عدالت گریبان تو میگیره و فرار برات غیر ممکن میشه؟ بدگن حیزیت که تکون بخوری مغزتو داغون میکنه. ببریدش تو سرداب تا بعدن بهتون دستور بدن. یلا کابرامین حرف بزن، تو با پلیس همکاری میکنی درسته؟ من حرفی ندارم که بزنم. با جون خودت بازی نکن پسر، حیفه که زیر ضربات شلاق بمیری. حرف بزن. چیزی برای گفتن ندارم. زبون بسته. ادامه بده. اینقدر بزن تا زبونش باز. آدم کشا بد جنسا، شما دست به یکی کردین که من اسبا بندازین ها؟ ولی این آرزو رو به گور میبرین. از جاتون تکون نخورین، همه تون برین اون طرف، کسی هم جلو نیاد. زود باشین. یلا یلا. متشکرم. متشکرم رویا. شما مستحق مرگین. اشتباه میکنی، اون که مستحق مرگ تو هستی نما. درسته، راست گفتی دوست من. این مرد کمترین مجازاتش اعدامه. خب آقای رئیس باند، فکر نمیکردی به این زودی تمام افراد دستگیر بشن و خودت هم با تمام زرنگیت گیر بیفتی ها؟ حرف بزن آقای رئیس. تو باید بمیری رامین. رامین کیه؟ من برادر رامینم. بیچاره برادرم همون روز اول مرد. بد جنس، منو بگو که به تو اطمینان کردم، ولی هنوز زیاد ناامید نیستم. من و تو با هم میریم زندون. خب ماجرای قتل اون دوتا کارگاه رو تو تعریف میکنی یا من تعریف کنم؟ اون دوتا کارگاه؟ ببر بید. ما اینجا در خدمت شما هستیم. مدت هاست که منزل مجاور شما رو اجاره کردیم و در غیبت شاهین رفتار شما رو کنترل میکنیم و خوشبختانه موفق شدیم امروز از رعاب جون شاهین و رویا رو نجات بدیم و از طرف دیگه بقیه مامورینمون رو به اینجا بیاریم. اون هفتی رو بده به من. من اونا رو با این هفتی کشم. نگاه کن. حق باز، فکر میکنی با این دوزه کلک یادت رفته که یه خانواده رو نابود کردی؟ آفرین. حالا اومدیم سر اصل مطلب. از سایه براتون توضیح میدم. امروز صبح بعد از اینکه از رویا و افراد باند جدا شدیم و به جناب سرگرد و سایر افراد پلیس رسیدیم، اعضای خانواده مطمئن شدن که من به اونها دروغ نگفتم. خیالشون راحت شد. برنامه ما مو به مو طبق نقشه قبلی اجرا شد. در اون لحظه که مینو دختر بچه بیمار دست به گردن منو بوسید، اشک شوق در چشمای من حلقه زده بود. احساس خوشحالی زیادی میکردم. جناب سرگرد و پلیسا اعضای خانواده را از من تحویل گرفتن و رفتن. حالا ادامه برنامه رو خودم تنهایی باید اجرا میکردم. در این حال که میدونستم برنامه ما کاملا پیش بینی شده، باز ناراحت بودم. راحت از اینکه، اما هیچ ناراحتی پیش نیامد. من یکمی معطل شدم تا ماکت هایی رو که قبلا تهیه کرده بودیم به جای اعضای خانواده در اتومبیل قرار بدم. افراد من منتظر بودن که من مقاصد شما اونها رو انجام بدم. منم انجام دادم، ولی نه اونطور که اونا انتظار داشتن. اتومبیل پرت شد و سوخت، در حالی که من از ته دل به حماقت این آقای رئیس باند میخندیدم. بله، تمام اعضای اون خانواده الان کاملا در حمایت پلیس هستن. باید جنس، من باید اعتراف کنم که با همه یه زرنگیم از تو فریب خوردم. از من فریب نخوردی رئیس جون، از دستگاه پلیس فریب خوردی. از حالا به بعد ماموریت من تموم میشه. این تو و افرادت، اونم مقامات پلیس. راه بیفتین بریم.
مگه مردم و نسویتون خلاچا بگیرده
مقامات پلیس به پاس زحمات بنوان جایزه به تو بخشیدن. تو یکی از بهترین مامور. خب حالا سوارشو با اتومبیل یه جشنی بزن ببین مطابق میلت هست یا نه. چشم قربان، خیلی ممنون. بفرمایید. خدا نگهدار. ماشین نگهدار. رویا این چه کاریه میکنی؟ گفتم نگهدار. خیلی من گریبونه شده رویا؟ نه عاقلم، تو از این به بعد اسیر منی، اسیر من و شوهرم رویا. شوهرم